مصاحبه جدید گوگوش در مورد عشقش به رها اعتمادی. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم گوگوش در مصاحبه جدیدی که در مورد رها اعتمادی و کارهای جدیدشون داشتند از عشق خودشون به رها اعتمادی حرفای جنجالی رو گفتند. خانم گوگوش در این مصاحبه راجع به رها اعتمادی گفت: رها اعتمادی یک آدم بی‌نظیر رو بسیار شگفت انگیزه. من عاشق رها اعتمادی و افکار او هستم. او یک جوان روشن فکر و با افکار بسیار عجیبی هستش که سایر جوانها این حرکات و عقاید او را ندارند. او برای من بسیار با ارزش و بسیار دوست داشتنی است. رها در کارهاش یک نابغه است و من او را یک نابغه در کارش می دانم. کارهای رها را در من و تو دنبال می کردم. ترانه های رها را شنیدم و در مدیریت برنامه هایی که در واقع شگفتی می آفرید در جریان بودم. رها با یک ایده خاص و بسیار با ارزش از بسیاری از بزرگان شعر و ترانه و ملودی دعوت کرد و آنها رو روی صحنه آورد. رهای عزیزم جوانی با اندیشه های مدرن است که ریشه در فرهنگ و اخلاق و منش جامعه ایرانی دارد. من او و اخلاق او رو میپسندم و عاشق رفتار او هستم. از خانم گوگوش در این مصاحبه سوال شد: از این مسئله که بگذریم، چه بخشی از زندگیت رو میخواهی پاک کنی و یا تجدید کنی؟ خانم گوگوش گفت: من هیچ چیز رو از گذشته نمیتوانم پاک کنم و یا تجدید کنم. همه اونها روایت های تلخ و شیرین برای من بودند که تجربه های بسیار گرانقدری بودند و در کارنامه زندگی من میمانند. در ادامه از خانم گوگوش سوال شد: خیلی ها در کودکی و نوجوانی موجب آزار و اذیت شما شدند، آیا آنها رو میبخشی؟ خانم گوگوش در پاسخ گفت: من حتما بخشیدم، چون در غیر این صورت خودم را آزار میدادم. من حتی بعدها کمکشان هم کردم. در ادامه این مصاحبه از خانم گوگوش سوال شد: دلم میخواد درباره صابر آتشین پدر شما هم که شما را از 3 سالگی روی صحنه بود بپرسم. آیا اون سختی ها که در دوران کودکی با پدرت و آن و مادریت داشتی آزارت داد؟ یا همان گوگوش نابغه هنری قرن را از شما ساخت؟ گوگوش در پاسخ گفت: هفته پیش رها یک شعری سرود که من خوندم و ضبط کردم. شعری برای صابر بود. بله، صابر آتشین پدرم. رها از زبان من درباره پدرم حرف زده که آن را گذاشتم برای یک موقعیت خاص. که رها با یک موزیک ویدیو و طرحی که با ترانه کاملا هماهنگ هست این موزیک رو آماده کرد. این ترانه جواب شما هست. در ادامه از خانم گوگوش سوال میشه: از کارهای جدیدتون بگید خانم گوگوش. خانم گوگوش در پاسخ گفتند: کارهای عاشقانه است که رها سروده و با ملودی و تنظیم بابک سعیدی که در راه تهیه و ارائهشون هستیم. ما 3 نفر در تلاشیم کارهایی را خلق کنیم و اجرا کنیم که اگر من روی صحنه نمیرم، کنسرت نمیذارم، اونها را به مردم مهربان هدیه کنیم. در ادامه از خانم گوگوش سوال میشه: خانم گوگوش، از خودمون بارها پرسیده ایم که گوگوش پرشور صحنه ها بعد از دههایی که پشت سر گذاشته آیا ساکت میماند؟ آیا این گوگوش روزها و شبهای صحنه را چگونه در زندگیش پر میکند؟ خانم گوگوش در ادامه و در پاسخ به این سوال گفت: کتابم رو که هما سرشار برام ترجمه کرده آماده چاپ است. فقط امیدوارم از جهت انتشاراتی موفق باشد، چون اصل کار نسخه انگلیسی است و فارسیش هم ترجمه اون کتابه. دوستان عزیز، تصاویر جدیدی از خانم گوگوش رو برای شما عزیزان در این ویدیو برای اولین بار منتشر میکنیم. امیدواریم که در ادامه این ویدیو با حرفای جنجالی و مصاحبه جنجالی گوگوش شگفت زده بشید.
چرا که خانم گوگوش برنامه‌های جنجالی رو برای بسیاری از طرفداران و جوانان داره. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خانم گوگوش در مصاحبه جدید و جنجالی که داشتند از یک حرکت خیرخواهانه و عجیب خودشون افشاگری کردند. ایشون در مصاحبه جدیدشون اعلام کردند و گفتند یک بنیاد غیر انتفاعی به نام پل رو بنا کردم. این بنیاد به دانشجویان کم درآمد دانشگاه ها و به هنرمندان جوان بی پشتیبان کمک می کند. خانم گوگوش همچنین در ادامه مصاحبهشون گفتند روی اینستاگرام می بینم که بسیاری از جوان ها هنرش و صدایش رو دارند، ولی هیچ امکاناتی ندارند. در بیرون از ایران هم دیگر کمپانی های تولید موسیقی نیست که به یاری خوانندگان بیرون ایران بیاید. کسی نیست که برای این جوانان شعر و آهنگ بخرد تا هنرشان و استعدادشان دیده شود. اگر هم چند نفری هستند که زحمت می کشند و خودشان را به آب و آتش می زنند، اونها هم آنچنان نمی توانند از این جوانان حمایت مالی کنند، چون اونها هم هیچ پشتیوانه مالی زیادی ندارند. ما در خارج از ایران با فرهنگ خود همراه نیستیم، فرهنگی که می تواند راه گشا باشد، می تواند هدایت کننده باشد. متاسفانه 90% از خوانندگان جدید یک مدیر برنامه و ایجنت و به قولی پروموتر ندارند و به جایی نمی رسند. در ادامه از خانم گوگوش سوال شد خانم گوگوش، خودتون در برنامه استعدادهای شبکه من و تو خیلی ها را داوری می کردی، اونها چه شدند؟ خانم گوگوش در پاسخ گفت من در جمع آنها چند استعداد خوب دیدم، ولی به کجا تکیه کنند؟ چه کمپانی و چه مرکزی اونها را حمایت می کنه؟ البته به عقیده من این نسل راه خودش رو پیدا می کنه، اما نه با کمک جامعه ایرانی، بلکه با یاری جامعه بزرگتر و بهره از تکنولوژی جدید از طریق سوشال میدیا که خیلی از خوانندگان جوان زن دارند از طریق این تکنولوژی خودشون رو معرفی میکنند و میشناسونند. اگر ما مدیریت هنری حرفه‌ای و پرقدرت داشتیم، طی این سالها 100 خواننده پرتوان به میدان فرستاده بودیم. ما حتی کنسرت گذار خوب و حرفه‌ای نداریم. طرف بقال بوده، اومده کنسرت گذاشته. اینها ایرادهای جامعه هنری است، یا تلویزیون‌هایی که از خواننده‌های جوان فقط پول می‌گیرند تا ویدیویی از آنها پخش کنند و بعد هیچ. از خانم گوگوش سوال شد حالا که تصمیم به خداحافظی گرفتید، عکس العمل‌های مردم رو در زمان کنسرت‌ها چگونه دیدید؟ خانم گوگوش گفت برای من خیلی سخته وقتی احساسات پاک مردم رو می‌بینم. بارها این مردم با احساساتشون نسبت به من عشق من رو درآوردن. البته من احساسات مردم رو در سالهای اخیر روی صحنه و سالان دیدم. در تورنتو وقتی من حسن شمایی‌زاده رو سورپرایز و روی صحنه آوردم، مردم چنان استقبال کردند که حیرت انگیز بود. و یا مثلا در هالیوود وقتی مارتیک رو بی‌خبر روی صحنه آوردم، مردم شور و حالی به پا کردند. و یا اردلان سرفراز و شهریار قنبری که مردم عشق به چشمانشان آمد. اینها همشون برای من عزیز هستند. با اونها سالها خاطره دارم و خیلی ها در سالن فریاد می زدند و گریه می کردند و من باید در آن شرایط خودم رو کنترل می کردم و برایشون باید می خوندم.